محمد اسماعیل عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در یک نشست خبری در هرات می گوید که حکومت با دور ساختن چهره های جهادی جبهه را از درون حکومت بر ضد حکومت شکل داده است. تضادهای بیشتری که در حکومت وجود داره، اینها جنگ درون حکومتی و همه چالش های بسیار بزرگ فعلی سبب خواهد شد که خدای ناخواسته به یک فاجعه سوم ما روبرو خواهد شد. این فرمانده پیشین جهادی تاکید می‌ورزد که بر کناری چهره های اثرگذار به ویژه از بلخ سبب افزایش ناامنی ها خواهند شد. حسب جناب استاد عطا، غیر از اینکه ناامنی و زمینی بیشتر توسیع ناامنی و حضور طالبان و داعش در این منطقه بیشتر بسازد. عطا محمد نور در حدود 6 ماه پیش در هنگام گفتگو با ریاست جمهوری استعفایش را به رئیس جمهور سپرده بود. آقای نور میگوید که این استعفا پیش شرط هایی داشت. از همین رو منظور شدن این استعفا پس از 6 ماه و بی رضایتش پرسش های را به میان آوردند. در استعفا معمولا مدت زمان معمولا تا 20 روز تا 1 ماه مطرح میشه، یعنی نهایتش. در همین حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان حکومت و رهبری جمعیت اسلامی را به آرامش دعوت میکنند. ما امیدوار هستم که دولت وحدت ملی امو وحدت ملی را یک پارچگی را ثبات بکنه. نو دا څلور دیرش ولایت دی، څلور دیرش والیان، هر یو چې لري کیږي د فرزن هر یو به بیا د تانه وزارت غوړي، هر یو به د تانه ولایت غوړي. روز شنبه عطا محمد نور در همایش تاکید ورزید که به کارش ادامه خواهد داد و گفت که حکومت نمیتواند وی را برکنار کند. با این هم وی گفته است که تنها جمعیت اسلامی درباره بودن و یا نبودنش در بلخ می توانند تصمیم بگیرند.